اینم تلفن. میگه بهانه تمومه خانم. آخه بیا آخه. ای کاش میگفتی من این کارو تو خونه انجام میدادم. پرونده های مردمی که نمیشه برد توی خونه، از همینجا باهاشون تماس بگیری، جواب آزمایشا رو بهشون بگی. چشم. معذرت خواهی کنید، بگید یک هفته آزمایشگاه تعطیله. چشم. تو را درست باز کنید. بجو یه اولا برسون. تو چنقدر عجله کردی زود اومدی بیرون؟ من تازه داشتم میرفتم تو حس. این حس گرفتن آقا چقدر طول میکشه؟ حداقل به من بگو بدونم. بازم میگی تو نمیدونی نقش من توی فیلم چیه. من یه آدم فراموشکار دارم، بازم میگم که تمام ریاکشناش باید اسلام موشن باشه، تند باشه. آقا این کارگردان این آقا چی میگه؟ چی میگه؟ حرف حساب میزنه دیگه. میدونم سخته ها، میدونم واقعا سخته. ولی من بچه‌ها یه بار دیگه خیبان. الو یه خورده رو نفس گیرتون کار میکنید لطفا. یه آدم یک دقیقه میتونه نفسشو نگه داره. یه آدم یه دقیقه براش کافیه، ولی یک هنرپیشه باید یک من 3 دقیقه نفسشو این زیر حفظ بکنه. میفهمی؟ قبول. آقا ارشاد یه نه بگیر. بابا یکی بهت مارو تحویل بگیره. باز میخوام خانم صوفی. خانم صوفی موبایل تو یه بند داره زنگ میزنه، جواب میدی؟ مرسی. بله بفرمایید. بله
یه لحظه گوشی. شما مطمئنید؟ امکان نداره. Не без труда, но динамовцы похожи своего все-таки добьются. 15 секунд. Субх хайр. Субх хайр. Машалла, сэр, субхи хал дари он. Али. Ман хамела. وجدانن سر صبحی با احساسات یک مرد بازی کرده اصلا صحیح نیست. من دروغ نمیگم. اصلا کی به تو گفته حامله ای؟ برات مهمه که بدونی؟ بله. پس خوب گوش کن. روز داخلی سکانس زایش کن. علی من که هیچ وقت دوست نداشت بیاد سر صحنه، یه از هر کلش پیدا میشه. شب روز به عکاس میگه عکس بگیر. شیدا صوفی در حال بغل کردن نوزاد. شیدا صوفی در حال لاله گفتن برای نوزاد. شیدا دیگه داری قصه میبافی ها. عالم آدم میدونم من عاشق بچه‌ام. اومدی اینجا سر صوفی خوابت سر من بپرنی. خیلی آماتوری. فکر کردی میتونی فیلم بازی کنی؟ دستت برام رو شد. تو که میدونستی این کار چقدر برای من مهمه. من چقدر برای این کار زحمت کشیدم و تمرین کردم. از سواری و کایت سواری و قایقرانی و اسکی رو آب و ملغزنی شو تمرین برای فیلم؟ تو میدونستی با یه بازیگر ازدواج کردی. آخه این چه حرفه‌ایه که با مادر شدم مشکل داره؟ این حرف خشنه. من باید خودم رو تثبیت کنم. برای مادر شدنم وقت هست. یه سال بسه؟ دو سال بسه؟ سه سال بسه؟ چهار سال شد شیدا؟ استغفرالله، باز تهدید شروع شد. شیدا، آخه تو که از دل صاحب مهره عریب و خبری، چرا من نباید یه شیدا کوچولو بغلم بشه؟ چی میشد ما دو تا پنگوئن بودیم؟ من میشستم رو تخم شما میدم که پی بازید. اون پنگوئن میدونست که داره مادر میشه. نه مثل شیدای بی خبر. حاضرم تاونشو بدم. یکی به من بگه تاون بابا شدن چقدره؟ من حاضرم تاونشو بدم. به خدا تاونشو میدم. خب کرت شما رشیشو گذاشتی؟ بله. بیستی؟ بله. از کشو بدم. بیستی؟ خانم صوفی، من همه نقشایی که بازی کردین دیدم. شوهرم اصلا عاشقتونه. الان فهمید شما اینجا این داشت با من پر میشد بیاد. به من گفتن اینجا امنه. مطمئن باشی. این پریسا دیگه داره حوصله منم سر میبره. نه خدا، نگفتم واسه چی اینجاست. فقط خواستم پوز بدم. اگه خواستین به دوست آشناهاتونم بگی. من بهت قول میدم هیچ خبری از این مطب بیرون نمیره. ببین عزیزم، این استرس و ناراحتی تو فقط به خاطر اینه که تجربه اولته. به من اطمینان کن. نمیذارم اذیت چی. خب بفهم. الان Joyce.
کی هستی؟ چرا منو بهشون معرفی نمی‌کنی؟ من شوهر این خانم. شوهر خانم صوفی؟ فکر نمی‌کنم خانم دکتر، شبیه طلبکاراست. بفرمایید بیرون توی سالن با هم صحبت کنیم. شیدا، من صبرم تموم شده، هیچی حالیم نیستا. بفرمایید بیرون آقا. پاشو بریم، پاشو. دارین تشریف میبرین؟ میدونستم که تحت تعقیبم. میدونستم که میاد. چرا قبل از اینکه برم رو تخت نیومدی سراغم؟ خواستی جایی رو تحقیرم کنی؟ حالا یه چیزی هم بدهکار شدم من؟ هیچی نگو، هیچی. جون من چی میخوای؟ فقط بچه؟ همین؟ خودم برات مهم نیستم. خیلی بی‌انصافی شد. خیلی بی‌انصافی. خودت می‌دونی به خاطر تو هزار جور امتحان پس دادم. همه چیمو به پات ریختم. زندگیمو، کارمو به خانواده‌ام پوش کردم. از هر کس و ناکسی هزار جور حرف و حدیث شنیدم. من دوستت دارم. این که دیگه سینما نیست، زندگیمونه، آیندهمونه. یعنی من به خاطر اینکه بابا بشم باید برم تو صف فیلمنامه هات؟ من نباید بچه خودم بغل کنم؟ نظر من چی؟ مهم نبود. خب تو زن منی، وقتی سر سفره عقد گفتی بله، یعنی به همه چی گفتی بله. چرا متوجه نیستی؟ من وسط این فیلمم. اگه حامله باشم همه چی به هم میخوره، همه صورتم، بدنم، همه چی. ولی قول میدم وقتی این فیلم تموم شد با هم یه فکری بکنیم. هر کاری میخوای بکن، فقط منو از این بچه محروم نکن. حالت خوبه؟ من خوبم. فکر میکنم غذای دیشب مسمومم کرده باشه. غذای دیشب؟ همه از اون غذا خوردیم که ستوریش نشون. خیلی خوب، من برم به تدارکات بگم یه شربتی چیزی برای شما آماده کنه بیاره. لازم نیست، الان خیلی بهترم. این اسم منه؟ بله. خانم صوفی؟ بله. چرا اینقدر طولش میدی؟ چرا؟ بچه صحنه آماده است، میتونیم بیان. در ضمن خانم صوفی، همسر محترم تشریف آوردن، دنبالتون میگردن. شما برو، ما الان میایم. بیاییم پس دیگه، منتظری. گفتین طولش میدم، منظورتون چی بود؟ همین مسمومیت رو میگم. اگه طولانی بشه گریبان همه رو میگیره، در ضمن فیلم هم میخوابونه. خیلی خوشبختی نه؟ تا خوشبختی چی باشه؟ اینکه هیچ وقت مسموم نمیشی، چون مردین و مردو آزادن. ببین خانم شیدا، صوفی شدن شاید تصادفی باشه، ولی صوفی موندن آسون نیست. تا نگی از کدوم قبیله ای نمیذارم از اسب پیاده شی. تو
باید بگی که کی تو رو برساده سراغ من قیقت دوره بر من میکردی. تو باید بگی تو چی هستی تو زندگی من؟ چی هستی؟ چی بهت یاد داده؟ چی بهت یاد داده که بگی من شوهرتم؟ تو چی میخوای از زندگی من؟ کی من عقدت کردم؟ کی عقدت کردم؟ کی عقدت کردم؟ کی عقدت کردم؟ کی عقدت کردم؟ کار بدل کاره ها. ببخشید خانم دکتر، صدای چیه؟ قلبشه. پس چرا اینقدر تند میزنه؟ خیلی ممنون خانم دکتر. خیلی عجله داریم؟ من هنوز کارم تموم نشده. صدای قلبشه دیگه شنیدی؟ آره، ولی من اینجا یه لکه هایی میبینم که بهتر دراز بکشی. چه لکه هایی؟ ممکنه پلاسنتا آسیب دیده باشه. چی آسیب دیده؟ جفت. خب چی میشه؟ یکم خطرناکه. چقدر خطرناکه؟ ممکنه اجازه بدین من حواسم جمع باشه؟ این کار یکم دقت میخواد. شیدا دعا کن تو ریش نشده باشه. آقای محترم، صدای شما منو عصبی میکنه. میتونم ازتون خواهش کنم اون طرف باشین؟ بله من آمادم. خانم صوفی تمرینشونو کردن، ما حاضریم. بیستیمو بده به خانم صوفی. بله خانم صوفی، من میتونم این صندل رو با یه بدل بگیرم. دیدین که الان تمرین کردم، کار سختی نیست، خودم میتونم. خیلی خوب، یادتون که هست باید نزدیک دوربین بایستید. باشه چشم. این همه راه آسون، چه راهی آخه؟ آره اسیر عبیر خودت کردی. چی داری میگی؟ هیچی. اگه نمیایی من خودم برم. حالا ما پایین نشسته بودیم کنار کارگران، قهوه‌مون رو می‌خوردیم و این بدلکارا رو نگاه می‌کردیم. آقا ما حاضریم. صدا؟ بچه یکی پا به پا نشه، صدا رفت. تربیم؟ بیچه
خانم صوفی کن. چرا پشت تپه بیرون نیومد؟ پشت سر من بود که. چرا نیومد؟ اجازه دام بری سر کن مردونه که ما ماد کردم هی سب سر تا میزم هبچی بوی کن یک دینه سر پول دارد بالای شهر نه شوهر دارد نه بچه دارد نه کسی کاری خب ببه کارو خوش کشم شرکت چون فازلا به جستجو بفرما آ درست گرفتی خانم بله جواب آزمایش ماما بها قبض حامله؟ بچه میدونم ای باید نه حاملهیه کی؟ ای اکی گفتم ریشه به اومد به اومد خرنستم کار خودتی کردی زیدان بالاخره کار خودتی کردی نه غلط کردم باید که غلط کردی این وقت میش غلط کردی به بچه رو چی کنه؟ بسه بسیده بقلیم بره بش پرد داری؟ یا تو پرد من شب و سرا سودابه هنی نرفتی تو بیام بالا گوش به ایر زندال من نمیدم چقدر طول میکشم اما خوشحالا زودتر خلاص باییم بریم دنبال کار و زنه ایمو ها بچه؟ کیمی بچه؟ یه ای لخته خوب نمیفهمی؟ من دلم برای علنگو هم سوزم قرارمون نبود ازش چیزی کم بشه ها باوزه به خواهی باشه میبینم نتونیتون در من بسنم سلام خود سلام رئیس پرونده چی؟ پرونده خواهیم عزیزی شد من سلام خانم دکتر حالا تو خوبه ای خانم کشاور سلام رسونا شما از طرف ایشون اومدی؟ باشه عزیزم میبینم ای کافی لطفا چشم خانم شایگرام بفهمید خانم نوبت منه نه عزیزم هنوز نشده چه نمه قبل اینا اومایده نه این خانم آقا قبل از شما وقت گرفته بودن یه ذره صبر کنی نوبت میشه بشین پارتی بازی ده روز روشن ایجور بود خوش شما میرفتی خب از همه هم زیدتر اومایدی من عجله ندارم بله
یادگار مادره. ها چطور اومدی این مطب؟ سفارش میکرده او خانمی که پیشش کار میکنه. مجانی شی؟ پول میگیره؟ حاک میرم ما دوتا علنگو فروخته ها. فقط دوتا؟ بعد چند تا؟ خیلی بیشتر میگیرم. ای زینال بدبخت رو کردی. میخوای ببرم از یه جایی که هیچ پولی نگیرم؟ پول نگیرم؟ بخونید امضاش کنید. این یک قرارداد بین من و شما. طبق این قرارداد من اون بچه‌ای که توی شکمته ازتون میخرم. بچه‌م میخری؟ بچه خره؟ بله میخرم. تو هم تعهد میدی تا به دنیا اومدن اون بچه اینجا زندگی کنی. برای هر ماهی که اینجا هستی چک میکشم. ماهی یه تومن. ده بزنم پنت کنم بد قیافه. ها ده بزنم تو لپه. دیدار! بری تو لپه. هر این موقع حروف خود نشیم که بچه پیش بلوش بکنیم. ای خدا مرگ من برسو. بریش بریم. هرچی بکشم از قصد تو بکشم. هزار نفر گفتم دلم شور بزنه. نگفتم زینال این خاله ما بچه ما زنده ببانه. زنده دونستی؟ بهتره بشینین خوب با هم دیگه مشورت کنیم. حوالمو نکنه اندوره رم به شرط چاقو مفروشم. شوهرته؟ الو ایو زینال سودابه چنه صدا دوست شوه؟ ها این خوشت خانم داره لغمه بدد دونه. لغمه؟ خوشم با میه من لغمه دونت نمیشتم که چه پیدی وره دل خوشت خانم. گوش که خانمه من فکرامو کردم ساکتو ببه میام دنبالت ور میگردیم خونه. تو چنه هیچی نمیفهمی زینال. من مهم این لغمه یا ورم منی که ورم این بچه یکی در شکمه من میفهمی؟ تکلیف مشیه از صبح دلم این سیر و سرکم جوشه. خود دلم نمیاد تو رو در خونه تنابلم. گناه کردم. گناه کردی در شهر غریب آبستنم کردی؟ نگفتی به بای بچه چی کنه؟ سودابه زینال نمینی تو نمینی ما چندی ورقه امضا کردیم بری خانم دایی. ای به درک کردیم که کردیم بچه می ترسونی. من این پیرزنه چه غلطی مخواب بکنه. کار بکنم پولش پس میم. ها با کی می کار؟ با چامو سرم ما کنیم مخواب پول خانم بایی؟ من نمی فهمم تو با من یا با او جادوگر. سودابه جو ما هر دو مقر شدیم. می چند وقتی که ندیدم تا دست دلم به کار نمیره. خب برای شیرنم لپیشت با همچین خزاقی ها جلو اتاق باشاده با دلم آبشم به خدا میبینم. خیلی سر و صدا رو انداختی آقا زینال. ای سلام خورشید خانم. حال و احوال خوبه؟ همین علا ذکر و خیرتون بی اصلا حالت خوبه؟ اگه خیلی دلت واسه زنت تنگ شده ساکتو ببند بیا.
اما شرط داره. نه حاج خانم مزاحم نمیشم. خب مجلس زنونه یه. حالا این شرط و شورت چیه؟ هر وقت گفتم برو باید بری. ای آمام قربانه داره ایزی تر میگفتی خواه همین فاشت داره زنه که پرت پیس بیمه های خب این سرشه، این صورتشه، این شکل باباش هم هست. کجا شکل منه؟ آخه الهی نگاه کن پنجه‌هاشو چه خوشگل باز کرده. پسرتون دست و دل بازه. پسره؟ یه پسر کاکل بسر. سودامه مشنوی موهب پسره. پسره؟ خانم دکتر شما مطمئنی پسره؟ چه پسر بی حیایی هم از پاهاشو ببین. اینم با سرش. ای باز. خیلی خوب حالا بریم که زمان زایمان رو تعیین کنیم. ممنون خانم دکتر. اطلاعات دیگر رو بعداً ازتون میگیرم. شکمتو تمیز کن، حاضر شو بریم. بعد از این بیشتر مراقب خودت باش. ممنونم. یه خورشید خانم کیه؟ به ما چی که کیه؟ آخه من یه چیایی شنفتم. ما هم بعضی ازی خدا بی خبرا قلب و کلیه بچی ها مفروشن. به خورشید خانمی کاری ها نمیان. خورو پیشونی آهن که ننوشتن خلافه. غلط نکنم تو کار صادرات بچه سا. صادرات بچه؟ بگو این خورشید خانم بچه ها رو صادر کنم برا خوش. خب صادرشون میکنم مال خودشم بچه ها. خب زینار قریبامه شوخی کرده باد مسخرم گرفتی مخوایی بزنیم زیرش بچن ندیم به خورشید خانه ها خب قربانه واسه کجا بزرگش کنی درو خونم پر سوسک مارمولک واسه بچه موبه و همه از سوسک میترسیم بکشش 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 خب بر میگردیم شهرم پب بر و اینا باو نبود نه که بر گردیم نه والا تا سه میشمورم اگه مثل بچه ی آدم نیای بیرون درام میشکرم نمیام نمیام نه از بودم به بیرون نمیام باید را بری تا برم پاس خوابه اینجوری جونت در میره تا بزرایی شکلشو بگیم با این تمرد یا بچه ناقص به دنیا میاد سودابک سرباز خانم جا من نمیخوام بچم لاغر مردنی به دنیا بیاد تکون نخور تا زینال یا به نمیده تکون نخور این آمپول اصلا درد نداره تکون نخور زینال مهم اسمش دلیم کوروش ها رستم زینال پوریا چجوره رستم ای سر
من اسم این پسر رو گذاشتم شهریار. شما چه مرگتونه؟ آوردمتون توی بهشت، مفت میخورین و میخوابین، پولم میگیرین، دیگه خوشبختی از این بالاتر؟ نیشاتون رو باز کنین، بخندین دیگه. اگه بچه ناقص به دنیا بیاد، قرارداد فسخه. اون وقت من میدونم با سفته های امضا شده ی تو. من تونستم یه فرشته دیگر رو روی زمین نگه دارم، اینم قبول کن، به جای اون فرشته هایی که خدا که مثبته، پس مریض نیستم. نه راستش ما، خدا قسمت کنه شما میشالله بری کربلا، رفته بودیم اونجا، نمیدونم از آبش بود از هواش بود. حامله؟ ما
مطمئنی شماره رو درست خوندی دختر من؟ میدونی من چند سالمه؟ الو آخه چه شوخیه که شما خانم؟ الو الو بچه اولته؟ بله. چند سالته؟ 25 سال. خب مبارک باشه، داری نوه دار میشی. این که نوه اولش نیست، مامان یه نوه دیگه هم داره. خب حالا ببینیم این شازده کوچولو چند وقتشه. بله زیر 3 ماهه، حدود 11 هفته. پسر دیگه هنوز معلوم نیست. شما چند تا خواهر برداریم؟ 4 تا خواهریم. خب به سلامتی حاج خانم، نوه دوم تو راهه. ماما ماشالله چه شیطونم هست. این سرشه او چقدر بول میخوره. این ستون مهره هاشه. ببین اگه توی این سیاهی رو نگاه کنی تکونش رو احساس میکنی. من اگه چیزی نمیبینم، همش خط خطیه. خب تموم شد، میتونی پاشی عزیزم. خانم دکتر فکر میکنیم زمان دقیق زایمان من کیه؟ نیمه مهر. آخه مامان بس عروسی عهدیه دیگه، من حسابی پا به مامان. مامان ای بابا ای وای چی شد عزیزم؟ چی شد خانم؟ سرم گیج رفت. میخوای یکم دراز بکشی؟ خب من کشم دراز بکشی. مامان جان قربونت برم، چیزی نیست، نترس. بهتر شدی؟ راه رو سمت چپ، راه رو سمت چپ. مادم عزیزم ببینم شما همیشه اینطوری میشین؟ حامله؟ مطمئن؟ آزمایشگاه گفته. خب برای آزمایش تو ببینم. تلفنی گفتن. تلفنی ممکن اشتباه باشه. ایشالله که اشتباه باشه. خانم دکتر میشه میشه ببینید راسته یا دروغ؟ جان من چند. خیلی خب روی شکم تو باز کن. دستاتو بنداز، بدنیت هم شل شل کن، راحت. بله حامله ای. سنش هم از سن دخترت بیشتره. چلو مردم آب رو حالا چی کار کنیم؟ هیچی، صدای قلبش رو گوش کن. چیه ماما؟ جایی درد میکنه؟ نه چیزی نیست، بام خواب رفت. ماما من یه دکتر خوب میشناسم، میخواد بریم پیشش؟ دکتر؟ دکتر برای چی؟ چی شد پس؟ میخواستیم ازش رو بپرسیم که بریم بپرسیم دیگه. بریم. شما که درد منو نمیدونی، چرا خانواده مصطفی پاک خودمون میره؟ فکر کن چه بامزه روز عروسی عهدی دو تا شکم بالای مجلس نشست. تو اگه میترسی من خودم میرم باش حرف میزنم.
چیه؟ سرکه. حالا که زوده بشوریم خوش کنیم و کفک میذاره. چی میخواستی بهش بگیم؟ خواستی بگیم ما شما چرا حامله ای؟ نه میخواستم بهش بگم چرا قایم میکنم. ما هممون میدونیم که خب بدونی چه مرگتونه. هیچی فقط میگم زودتر بندازن. بیا خواهد بیا بگیم چی بندازه؟ که براش بده توی سن سال بسا خودش هم خطر میگه. اگه فهمی؟ نمی فهمی برای ما هم بده. آب روزی حالا توی ما من یکی مخالفم نیستم اصلا. خانم دکتر این بچه را اگر بذار جنابالی باید سر رو خشکش کنیم میدونی؟ قربونش برم به دیگه منه قربونش برم تو سمی همه بچه نمیشه فکر اگر رو سکتاسیه تب میکنه میشاشه ار میزنه چیه مامان چرا دهنتونو بستیم؟ بو پیاز داخلم بد کرد. وای اینه من. خب تو حامله ای؟ آره خب گفتم شاید شما هم حامله این. مکتوس شنبه دانشگاه نداشتی؟ پس چرا تو خونه ای؟ مامان من امروز چیز شد یعنی امروز مامان بچه ها میخوام باهات حرف بزنن. چه حرفی؟ کلی کار داریم یکیش همین سیسمونی من. مامان جون میدونی خریدن دو تیکه سیسمونی خودش چقدر وقت میبره؟ جهیزیه اینم مونده. میدونی چقدر دوندگی داره؟ حالا خواستگار اونم که هیچی. خب که چی؟ مگه میخوام ندوزم؟ مگه میخوام نخرم؟ تو مال کو؟ وقتش که شد چشم. میدونی چی هستن مامان؟ هیچی واجبتر از سلامتی خود شما نیست. بابا من دیشب یه خوابی دیدم این دلم همین طور داره شور میزنه. خواب دیدم وا چی شد ماما؟ ماما الهی بمیرم براش. خب میدونه ما چه مرگمونه دیگه. آی خدا چطوری خانوم تو که سنت از من بیشتره؟ پس چرا وقتی بار میدیم همه خوشحال میشن؟ ولی سید خانوم ای بیچاره احترام سادات موسدی نباش. یه قصه هست دشمن یکم برای برتر زشته. این مردم سرس مرتبه نشست اصلا نگرم نباش. یکم نفس تازه کن هوش و حواست بیاد سر جاش. چه؟ باز توپت باره؟ امروز دخترها ببردن فردا مردم میفهمن. اخ ما تو واکن خانم دنیا اینقدر کوچیک نیست. من تو تازه از کربلا برگشتی؟ همین کاش تنها با بی زنهای مسجد میرفتم ولی با تو هم سفر نمی شدم. وای این چه نونی بود گذاشتی تو سفره من؟ ساقات کربلا است دیگه. بسه من که راضی نبودم بودم. خانم این یه علامته حکمتیه که من و شما سر درده میاریم. بی خود بزرگش نکن بی خود بزرگش نکن. منو تو یه خطی کردیم حالا بیاد تاوانش رو بدیم. وای خدا یکی به من بگی من چیکار کنم؟ چرا در همسایه؟ وای نمیگم تو این هیرو ویری یه دخترش دمه بعد یه دخترش حامله این کارا چه معنی داره؟ لابا دیگه معنی داره دیگه. هرچی که منو تو معنیش رو ندیدیم باید بنزیم دور. شاید خدا میخواسته به من دل شکسته بگه آقا مهدی کارمند بازنشسته راهن هوا تو داره؟ شکر
حالا هر کی هر چی دلش بخواد بگه بگه. بعدم نمیاد بچه رو بگیرم زیر بغلم بیام پیش این پیر فاتالا بگم بچه‌مه، بچه خودمه، فابریک دست اول. حالا همه تون بفهمی که مهدی هنوزم آقا مهدیه. اینم مدرکش. چی کار داری میکنی؟ کارا چیه؟ چه؟ این حرفا به هم نمیاد؟ چرا؟ بهت میاد. بچه شده برات کلشلوار واسه فقر فروشی آقا مهدی. من اگه جوابشو پیدا نکنم به خودش قسم پسش میدم. بفرمایید. مامان بخشید بذاری من کمکتون کنم. خیلی ممنون. اجازه بدی من آمادش رو میکنم. بریم. چشم مامان. پس خودتون کمک. بیا پایین بیا پایین بیا پایین بچه اومدی سب کن. چیه؟ من چی کار دارم میکنم؟ وای مگه همه حرفامون رو نزدیم اومدیم؟ دوباره بزن، دوباره بگو میخوام بشنوم. من چه کاری دارم میکنم؟ چه کاری داری میکنی؟ کار خلاف که نمیکنی. نامه پزشک قانونی دستمونه، کارمونم قانونیه. من به قانون چی کار دارم؟ دلم راضی نمیشه. شدین گفت دارم دارم رخ میشونم آشوبه. آها پس خودت دلت میخواد بچه دار بشی. وای چرفی داری میزنی. به جون خودت راضیه؟ من نمیخواستم، من نمیخواستم. مامان خیلی خوب یه ذره به این فکر کن که از تو سن و سالی گذشته. عزیزم شما که هنوز آماده نشدی. ببخشید خانم دکتر الان آماده میشن. یه ذره مامان ترسیده. خب نگرانه دیگه. خب تقصیر شما دختر است دیگه، اگه سر مامان گرم میکردیم این اتفاقا نمیافتاد. حاج آقا و حاج خانم رو تنها گذاشتیم دیگه. کاش آقا اینجا بود. بابا رو میخوای چیکار؟ خودت باید تصمیم بگیری. بی ببینم خب شاید اونم یه حرفی داشت بزنه. اجازه بده ببینم حاج خانم شما خودت دلت میخواسته بیای اینجا یا دخترت وادارت کرده؟ نه خانم دکتر این چه سوالیه؟ مامانم خودش خواسته اومده. چرا دروغ میگی؟ دیگه دارم شب میخوانم که بینید تو آقا جون یه چی بیا. وای استغفرالله. آخه به من آقا جونت بیاد دنبال این کار. وای الهی قربونت برم. همیشه همینطوره. مردا تا دم گور دلشون بچه میخواد، زنام نمیتونن هیچ حرفی بزنن. خب اینم یه جور تجاوز جنسی حساب میشه دیگه. چی؟ بابا خانم تجاوز؟ خانم دکتر مثال زد. ول کن بده به من. خدا خجالت بکشید. حالا دیگه تجاوز شده. وای میسی که هرچی از دهنشون در بیاد به اون بابا بیچاره بگن. مامان صبر کن. ببخشید خانم دکتر نمیدونم چیکار کنم. متوجه نشدین؟ مادرتون پشتش به پدرتون گرمه. بریم پدرتون رو راضی کنیم. چشم سعی میکنم. وقتتونم گرفتیم با اجازه. خداحافظ. من تا دیدم فهمیدم این مادر راضی بشو نبود. نمیدونستم سرخورد اونو داری میبریش طرف مسلک. دست شما درد نکنه. دستتون درد نکنه آقا جون. حالا دیگه ما قاتل شدیم. ما رو بگو. ما میخواستیم به فکر شما و مامان باشیم که براتون بیابرویی نشه. چه بیابرویی آقا جون؟ کدوم بیابرویی؟ تمام من کدوم بیابرویی کردم؟ این بچه هدیه خدا که تک تک شما ها. مگه میتونه آدم بگه هدیه خدا باعث بیابروییه؟ پس شما خودتون میخواین آقا جون. بی خود پای خدا رو وسط نکشین. خدا آقا جون با این وضعیت من دیگه امکان نداره پاهم بذارم توی خونه گفته باشم. Yeah.
بله. سیامیش بودی ظرف یه هفته 4 بار اومدم از پشت ویترین تماشات کرد تا اینکه بالاخره سر صحبت رو باز کردی خانم ببخشید من یه عروسک میخواستم شبیه خودتون دارین از اون حرفا بودا آخه من تبدیل شده بودم به یه ماهیگیر اگه اشتباه میکردم ماهی از دستم لیز میخورد وقتی فهمیدم مشتری چی هستین زبونم بند اومده بود آخه یه چیزی رو میخواستی که تو دکونه هیچ عطاری پیدا نمیشد تخمک خلای عزیزم میدونم که من خیلی بهت زحمت دادم و تو خیلی با صبوری تحمل کردی اما دیگه دارم بهت قول میدم که این دفعه آخره که مزاحمت بشم خب پس طلا رو به خیر و شما رو به سلامت بابا کار ما تموم شده دنبال چی میگردی؟ خودکارم بیا خودکار برای چی میخوام؟ برای نوشتن قصه آخرت حالا چه عجله ایه؟ نه قول دادم تو تاوتوی اصل و نسب منو در آوردی ولی من هیچی اصلا نمیدونم فقط یه دفعه تو آزمایشگاه شنیدم یکی بهت گفت خانم دکتر حالا دکتره چی اونم نمیدونم ای دنیا این قصه من و شما میشه یه خاطره به هر کی بگم باورش نمیشه حواس پرتی من میبینی مستر چکم رو اشتباه آوردم مثل اینکه قسمت یه بار دیگه هم دیگر ببینیم همیشه آرزوم بود که یه همچین کاری رو برات انجام بدم میترسیدم به آرزوم نرسم درسته که صبح تا شب شوهرت با کارگرهای ساختمون سر کار داره اما هرچی باشه شوهر یه خانم دکتره افسانه این چیه؟ حدس بزن همون زناییه که انتخابشون کردی دیگه دوست دارم حدس بزنی کدوم یکیشونه علاقه اینه ندارم نگران چی هستی؟ حالا دیگه من باردارم و لزومی نمیبینم که قایمشون کنم عجیبه تو همچین مهدی کاری میکردی که انگار بزرگترین راز زندگیته آره گفته بودم اینطوریه ولی الان دیگه فکر میکنم این حق توی که بدونی
دوست ندارم ببینم. دستت رو یکم بذار پایین تر. خب بیارش پایین. آها درست تو همین نقطه دیگه، تکونش نده. حالا داری میبینیش؟ میبینیش؟ ناراحت شدی؟ منم یه وقتی روی این تخت خوابیدم، ولی الان یه جور دیگه. تو فکر میکنی بچه خودت که الان میتونست توی شکمت باشه یه جای دیگه داره پرورش پیدا میکنه؟ با من رو راست باش. رو راستی چی؟ یاد شوهر خدا بیامرزم افتادم. وقتی که خانم دکتره مثل تو به ما گفت بچه‌تون پسره، بهرام از ذوقش اومد جلو و پیشونیم و بوسید. ببخش ناراحتت کردم. عیبی نداره. دیگه باید به فکر آیندت باشی. تو فکر ازدواج نیستی؟ میشه بی زحمت در باز کنی؟ غریبه نیست. حمید، تو اینجا چی کار میکنی؟ از کجا میدونستی من اینجام؟ وای چه گلای خوشگلی. بیا تو کافه. کافه؟ کافه؟ خب طه جون، آقای مهندس کاوه شوهرم. شوهر؟ از آشنایی تو خوشبختم. آشناییشون؟ تو که باید خوب طلا رو بشناسی. یادم افتاد توی اون فیلم هایی که از خانم ها به هم نشون دادی ایشون هم بودن. فکر میکردم تنهایی. من از طلا خواستم بیاد اینجا تا قصه آخرشو گوش بدم، اما حالا فکر میکنم هیچکس بهتر از تو نمیدونه چه مبلغی باید بهش پرداخته بشه. بس کنی. داشتم بچه‌تون رو بهش نشون میدادم، من اینجا پدرای زیادی رو خوشحال کردم. آرزو داشتم تو رو خوشحال کنم. خوشحال شدی؟ این حق من بود که به عنوان یه پدر بدونم اون زن کیه. چرا تن من رو رخت خواب خودتون کردین؟ من که گفته بودم این مشکل منه، از زندگیت میرم. چرا گذاشتی به اینجا بکشه، به این کثافت؟ تو تنها زنی نیستی که اینجوری حامله میشه. من خیلی از جاها خوندم شنیدم که اینجور کارهای آزمایشگاهی وقتی بچه به دنیا میاد هزار تا مصیبت به بار میاره. تو اون زن رو از من پنهونش کردی. خب من میخواستم بدونم اون کیه، اصل رسالش چیه؟ فردا یه وقت ادعای حق و سکوت از ما نکنه، ادعای مادری نکنه. خیلی به مغزت فشار آوردی های مهندس.
بهونه نگیر. من فکر همه چی رو کرده بودم، از قانون تا پول، اخلاق، مذهب. روزی که تو محضر سیغه محرمیت با اون زن رو غیابی امضاش کردی، یه لحظه دلم ترسید. اون بچه وقتی بزرگ بشه میخواد ببینی ریشش کیه، ریشش کجاست. تو اینقدی که شکل و قیافه زن رو برات اهمیت داشت هیچ وقت به این چیزا فکر نکردی. تو الان به اندازه کافی از اون زن شناخت داری، اونم از تو همینطور. بچه تونم اونجاست پیش من، اگه بهش احساس تعلق دارید نجاتش بدید. بله اجازه هست کمکتون کنم خانم دکتر؟ چی شد؟ پریسا، میشه ما رو تنها بذاریم؟ چشم. بقول شازده کوچولو همیشه یه بای قضیه میلنگه. افسانه، مطمئنی که میخوای این کار بکنی؟ الان که میبینی اینجا درسته، ولی صورتت یه چیز دیگه میگه. به صورت من کار نداشته باش، کارتو بکن. ببین افسانه، یه چیزی خواهش میکنم، من به اندازه کافی با خودم کردن جا رفتم، تو دیگه سخترش نکن، فقط تمومش کن. خیلی خوب، پس من حق داشتم، با شوهرت صحبت کردم. تو چی کار کردی؟ بهش گفتم بیاد اینجا. بیاد اینجا برای چی؟ برای اینکه رضایت امضا کنه. رضایت نامه؟ برای من اینجا نماز آب میکشی؟ افسانه، من رو حرف تو حساب نمی کنم. اگه پشیمون شدی چی؟ اون امضا نمی کنه. گفت هر تصمیمی که افسانه بگیره برای من محترمه. غیر ممکنه امضا کنه. اینا استریله. پریسا، رضایت نامه خانم دکتر رو بیار. الان اینجاست؟ نمیدونم، شاید هنوز اینجا باشه. رفت؟ کی؟ شوهرم. شوهرتون؟ من که ندیدمش رو. مگه اینجا نیومد؟ نه، اینجا نیومد. من به دروغ گفتم. خیلی شوخی بدی بود. میارسید، دیدی که از روی تخت بلندت کرد. من که میدونم تو سالهاست منتظری همچین روزی بودی. اصلا نمیارزه به خاطر اشتباه دو نفر دیگه فرصت بچه دار شدن تو برای همیشه از دست بدی. شوهرت پایین منتظرته. این یکی رو دیگه راست میگم. It's a good beginning. من به ادامه این پروژه خیلی خوشبینم. I'm very optimistic about the continuation of this project. خیلی دور از ذهن نیست که روزی به کمک این علم ژنتیک. It's not a highly ambitious thinking that one day by the aid of genetic science. فقر و گرسنگی و بیماری رو در جامعه خودمون به حداقل برسونیم. We succeed in minimizing
poverty, starvation and disease in our society. حالا یه سفره ایرانی منتظر شماست. این سفره از گوشت و گندمی آماده شده که از محصولات مزرعه تحقیقات ژنتیک. اولین گام پروژه رفع گرسنگی میهمانان عزیزه. ببخشید خانم. بله بله، من به آرس هم آبادم. آزمایشگاه؟ مگه چه اتفاقی افتاده که این وقت شب شما تماس گرفتیم؟ بله منظور، تو که هنوز نرفتی؟ یه دقیقه بیا بشین، کارت دارم. باید بیشتر با هم حرف بزنیم. منظور دوباره شروع نکن، ما که حرفامونو زدیم. شما خواستیم بچه نباشه، ما هم گفتیم چشم. چرا باید کار به جایی برسه که گناه سخت به گردنمون بیافته؟ از قصه نازایی و طلاق و شوهر و اینا چی شد؟ میخواستی چی بشه؟ حرف دلتو بزن منظور. نکنه خیال میکنی به دروغ گفتم. بهاری که من شناختم اهل دروغ نیست. خیلی خوب، پس برای چی اینقدر نگرانی؟ برو خونه راحت بخواب. یه چیزی این وسط آزارم میده. چی؟ زنی که سالها با نازایی زندگی کرده وقتی به فهم حامله است چیکار میکنه؟ فرار میکنه. جدی؟ واقعا برات مهمه؟ خیلی. اول شک میکنه، دوباره آزمایش میده، مطمئن که شد ذوق میکنه، فکر میکنه یه نشونه است که خدا براش فرستاده. خدایا شکرت که میتونم مادر بشم. ولی یهو یادش میندازن که دنیا وارونه است. اگه یه روزی زندگیشو، مرد زندگیشو به خاطر این نقص از دست داده، امروز عشقی تو زندگیشو که اونو به خاطر همین نقص دوست داره. تو حال روز منو میدونی بهار؟ باشه برو خونت، خیالاتم راحت باشه. دلم نمیاد تنهات بذارم. میدونم عزیزم، تو زن داری، زندگی داری، عروس داری. همین روزاست که قرار پدر بزرگ بشی. زنی مثل من که نباید توقع زیادی داشت. این باریه که خدا رو دوش من گذاشته. تو آزادی. شب بخیر.
جانم بها جان، چه خبر؟ میشه بیای بالا؟ من برای چی؟ ماشه میگه یه برگه است که بعد امضا کنی. برگه؟ چه برگه این؟ رضایت نامه سقط. من به عنوان چی؟ ما که رسمی نشدیم. فقط یه امضاست منصور. امضا به عنوان کی؟ بهار جان خودت یه کاریش بکن، خواهش میکنم. من هر کاری میشد کردم ولی زیر بار نرفت. منصور من به حد کافی اینجا تنها هستم، تو دیگه نمک رو زخمم نباش. چی گفتی؟ گوشی بفرمایی. خانم بهار سماوات کجان؟ شما؟ من همراهشون هستم، پیش دکترن؟ نه خیر، پیش پای شما رفتن. کجا؟ پایین. تو آسانسور ندیدینشون؟ گفتن یک کار فوری براشون پیش اومده. داری کجا میری بهار؟ تو فکر میکنی زنی که سالها با نازایش زندگی میکرد وقتی میفهمه عامل از چی کار میکنه؟ پس حدسم درست بود. منظوری موجود ما دعوتش کردیم، من حاضر نیستم برش کردم. پرت و پلا تحویلم نده، من کسی رو دعوت نکردم. یه چیزی تو دلم میگه که من نباید از بینش ببرم. تو کار خودتو بکن، منم راه دلم رو میرم. خواهش میکنم، داری منو از بین میبری. من سختیشو به جون خریدم. این یه مصیبت بهار، باعثشم خودتی. من سر دوست دارم ولی حاضرم از زندگیت برم بیرون. همین بچه. بمیرم، گوشت تو گرفتم عزیز. اینجا رو باد کن. آفه باد کن. آها آفه الان تموم میشه. الهی قربونت برم. یه دونه دیگه. آه تموم شد، شکل ماه شدی عزیز جون. عروس شدم؟ آره عزیز جون، یه عروس خوشگل و مامانی. پس کو داماد؟ داماد کدوم داماد عزیز؟ دامادم میاد. خاله تلفن رو بردار، با تو کار دارم. با من؟ آره یه آقای مؤدبی هم هست. کی میدونه من اینجا؟ الو سلام. سلام چطوری؟ به مرحمت شما بد نیستم. این شماره رو کی بهت داده؟ کسی که خیر هردومونو میخواست. اون کیه؟ نکنه رفتی سراغ خواهرم؟ من با خواهرت چیکار دارم؟ من که هنوز تو رو نشناختم، چطور خواهرتو بشناسم؟ راست میگی، زن سیخی نیاز به شناختن نداره، همون که یه زن کافیه. خدا! آخه من با این زن چیکار کنم؟ این زن با ندونم کاریش داره منو از بین میبره. خدا بی‌انصاف، مگه من از تو چی خواستم؟ قرآن جیبی تو نگاه کن، تو حاشیه سوره موسی مهره من چی نوشتی؟ یه جلد قرآن مجید میشنوی؟ یه جلد قرآن. اگه سایه مردونه گید اینقدر گرونه به درک، من اون سایه نمیخوام. منصور اگه این بچه رو نمیخوای به همون قرآن قسم میخوام بهش هیچ وقت نگم پدرش تو. دست بردار بهار، دست بردار. خودت میدونی که هنوز چقدر خاطرتو میکن. آخه من با چه زبونی بهت حالی کنم که بهار رو دوست دارم؟ فقط خود بهار رو، نه به اضافه یکی دیگه. به والله اگه برام یقین میشد که قصد کردی که آبرو حیثیت منو ببری،
با این زبون باهات حرف نمیزدم. بهار، این 5 ماه برای من مثل یه خواب شیرین بود. چرا خرابش میکنی؟ هنوز دیر نشده. من خر و باش که میخواستم همین روزه ازت بخوام که سیغه رو 5 ساله تمدیدش کنیم. بهار، بیا تا بدتر از این نشده برگردیم سر جای اولمون. خسته نباشید. ترجیح میدم مادر بچه هم باشم تا یه زن سیغه ای که مدام باهارم میشمارم. اون چیزی که تو اون شکمته آبروی منه. من آبروم ازت میخوام. اگه دستت به من این بچه رسید برای آبروت قربونیم کن. دارن در میزنن. برو آماده شو، باید بریم. من دوست ندارم یه تار مو هم از سرت کم شه. میفهمی؟ آها! خاله جان، من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. باید برم. از رو پشتمون برو باختوتی. من وسایلتو میارم. برو خاله. میری بیرون یا به پاسگاه خبر بدم؟ گفتم بهار کجاست؟ چه خبره؟ گفتم بیمونه بیرون. آقا
خیلی خوب عزیزم، لازمه که یه کمی پاتو صاف کنی. میدونم که درد داری. آها برای چی اومدی؟ سلام آقا. سلام. چی شده منصور؟ پرسیدم برای چی اومدی؟ تو به این خانم زدی آره؟ چی رو زدی؟ کی خبر داده من اینجا؟ آبا یارتون رفته؟ من ترین همه بیمارستانم. امروز شیفتم نبود، دوستام خبرم دادن. حتما لازم بود مامانو نگران کنی؟ مادر بابا نگران نباشم، همه چی درست میشه. سلام خانم، حالتون چطوره؟ ببین عزیزم، دست تو باید صاف بذاری که من بتونم کارم درست انجام بدم. حالتون خوب میشه انشالله، مگه نه خانم دکتر؟ خودشون که بله انشالله، ولی باید ببینیم جنین در چه وضعیتیه. حامل است؟ خب تموم شد. اتفاقا خانم من شوهرم خیلی با احتیاط رانندگی میکنه. خب نمیدونم، اتفاق دیگه، خبر که نمیکنه. ببخشید خانم، شما به شوهرتون گفتین؟ میخواید من بهشون خبر بدم؟ نه آذر. چیه؟ تصادفی در کار نیست، اون از یه ماشینی افتاده، رانندش هم فرار کرده، منم آوردمش اینجا. اون زن حامله است. میدونم، به منم گفتن. خب نکنه بچهش بمیره. خدا خودش هرچی صلاح بدونه. منصور راستشو به هم بگو، تو که بهش نزدی که نه؟ چرا باید دروغ بگم؟ صبحی داشتم از کارگاه می اومدم که این اتفاق افتاد. پس دیشب نخوابیدی؟ بله نخوابیدم، کار داشتم. الانم علی تو ماشین ها؟ آی اگه بدونی از دیشب تا حالا چه فکرهایی به سرم زد، چقدر نظر و نیاز کردم. آقا یه لحظه، ایشون همون آقایی هستن که آوردنشون. آقا جایی نرید، همینجا بمون. بله چشم. برو دیگه. ببخشید خانم دکتر، بچه‌ش چی شد؟ جنین سالمه. خدا رو شکر. مطمئن نید؟ بدن که جنین از مادرش سالم تره، ولی باید یه چند ساعتی صبر کنید. برو دیگه. پس شما از آقا شکایتی ندارین؟ نه. خب این فرم بگیم پرش کنین، امضاش کنین. خیر پیش، خدا خیرتون بده، انسانیت کنین. خانم بهتون تبریک میگم، بچه سالمه.